اللهم صل على محمد و آل محمد عوض بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم صبح شما به خیلی عرض عدب احترام محضر شما برادران و خواهران و بزرگوار و عزیزم خب ما جلسه قبل راجب این صحبت کردیم که وعده الهی است که اسلام بر کل دنیا حاکم خواهد شد و لا لا یخلف المیاد خدا هم که خلف بعد انجام نمی, دو... نمی دهد این به چه واسطه است این بعد از کی است و ذالکه بعد ان بب وقته هو بعد از آن است که جایگاه می دهی مبوع صدق من اهله بعد از اینی که جایگاه صدق اهل پیامبر بر دنیا ثابت میشه خیلی نکته ظریفی ها از ممتن برداشته که بعد از این فراز دعا بشه همینه یعنی ظهوری شک نخواهد گرفت ببین اون قلبه دینی شکل نخواهد گرفت الا پس از ظهور زمین هاش باید فراهم بشه اون گردن من و شماست تا فراهم نکنیم ظهوری شکل نخواهد گرفت خدا خیلی صبوره مثل من شما نیست فانتظروا انی معکم من المنتظرین ما خودم انتظار میکشم شما ضرر میکنید میرید این شرایط رو فراهم میکنید یک بخشی از ظهور که اکثریت آن هست از غذا از دیدگاه ما دست ماست یک بخشی نه دست خداست ای بس خدا نوشته است که اگر خواستند مثلا چیز عجیبی داریم این که مثلا یک سری از مؤمنین باید به دنیا بیان ما بایم فکر کنیم نقش ما چیه تو تصری این مسائل تو هر کدوم نینید من فرازها که توضیح میدم دعبم اینه که بگم حالا به ما چه ربطی داره ما چی کاری میمسن و که بعد ان ببوعت و صدق من اهلهی قبلشون جایگاه صدق اهل بیت و اهل پیامبر باید ثابت بشه من الان یه عربین خودش راه انداخت خود خدا راه انداخت اما خب ما هم که بیکار نبودیم که درسته نشستیم رفتیم بازم کمکاری داریم میکنیم در نظر من کار مهم و دقیق انجام نمیدیم همین نفر همینجا رگبار میزنیم اینجور کارا تکتیر اندازی میخواد پول زیاد نمیخواد دقت میخواد شعور میخواد کلی ممکنه یه جای هزینه بی خودم بکنیم ها. اما تبذیره مثلا ما خیلی تو اوزه رسانه ای بلد نیستیم کار بکنیم برای این اهل بیت رسانی معرفی کنیم خودم یه مختار ساختیم دیدیم همه نگاه میکنن یه یوسف ساختیم دیدیم همه نگاه میکنن اون چه دوباره نمیسازیم این نسبت به خرجه که توی مملکت داره میشه اینا هیچیه هیچی ها به معنی واقعی کلمه هیچی یعنی باید مثل این کسی که سرک سیر می یه شیش هفت سالی سب می کنن دیگه از سال هفته هم سرک سیر هفت ساله دارن چون با سال بعد یه دونه می دیگه همجور بفتر رو دو و از سال یه دونه پروژه فاخر می آمد بیرون معرفی نکردیم اما موسیقی کسی نمی شد الا ماشالله تا دلتون بخواد قرب آدمایی داره که همه ما می شنسیم. که واقعی هم نیستن یا این واقعی هم اصلا مبالغه جدی در صورت،, صورت گرفته خیلی ها امامتون نمیشه فرماشت امیر خب او کارا پول خرچ کردن میخواد و برای یک حکومت و یک دولت که اصلا چیزی نیست نمی شما بگم یعنی فرصت هایی که ما داریم کشورهای اروپایی ندارن از این جهت یعنی چی؟ اونها دولت هاشون اجازه این کارا رو ندارن یا یعنی بدونید چرا یه عربستان تونست اینجوری وهابیت نجس رو گسترش بده برای اینکه پول دولتی رو خرجش میکرد و تبلیغش میکرد سهیونیست عموما رفتن تو بخش خصوصی نشستن رفتن بانک درست کردن فلان کردن دولت میارن سر کار چون رسانه دارن این طرف ما نبودیم همین سر این مردم فلسطین دارید میبینید دیگه توان رسانه که اونا دارن چطور و جعلت لهو و لهم اول بیت وزع للناس للذی به بکت مبارکن و هدن للعالم این خیلی مهمه نسخه را زن و قرار دادی برای او و ایشان لهو و لهم برای پیامبر و لهم اون اهلش اهل بیت نخستین خانه ای که برای مردم بنا شد وزع للناس یه گروه خاص هم نیست در کجاست؟ که در مکه است اما تو قرآن اینجا میفهم بکه این کلمه رو هم یه بیشتر استفاده نکن چرا باید بگی بکه خانه با برکت و مایه راهنمایی برای جهانیان در آن خانه نشانه های آشکارفی ها آیات و بیانات اون فراز بعدش اولا میدونیم که امام صادق علیه السلام یا هر کدام یکی از معصومی که این دو از ازشون نقل شده کاملا این بند بند و فراز فراز اینو رو قرآنی قرار دادن این اشاره به سوره آل عمران آیات 96 خوب گوش کن، چیزایی می‌خوام بهت بگم، جدی دیگه نمیشه. ان اول بیتن وزعا للناس للذي بكهت مبارك و هدلا للعالمين فيه ايات بينات ومقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت. ولله على الناس و من من استطاع الی سبیله برای که استطاعت داشته و من کفره و الله غنی و نعنی اول خانه که برای عبادت خلق بنا شد همان خانه کعبه است که در بکه است که در آن برکت و هدایت خلایق است در آن خانه آیات و ربوبیت و است مقام ابراهیم خلیل است و هر که در آنجا داخل شود ایمن است و مردم را حج و زیارت آن خانه به امر خدا واجب است بر هر کسی که بتواند استطاعت داشته باشه و هر که کافر شود به خود زیاد رسان، زیان رسانده و خدا از جهانیان بینیاز است شعن نزول آیه همون تغییر قبل است من داشتم حالا جلوتر حرف عرض میکنم نماز میخوندن آیه نازل شد که از سمت مسجد الاخصا به سمت مسجد الحرام بچرخت اساسا دوستان قبله بسیار بسیار مهم جهت یک جامعه را شوند. اولین اتفاقی که باید بیفته برای یک جامعه این که جهت این جامعه به کدوم سمت برای همین که بعد 45 سال ما میگیم جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی جهتش هنوز درسته کج کلگی داره کم نداره جهتش درست یعنی نگاهی بکنید یعنی آیا میتونه علمداری بکنه برای امام زمان بله چرا چون هنوز جهتش درسته است بی ای بس به هیچ وجه انتقاد بهش وارد است صد البته بعد اصلاح کنه خودشو بله جز این نیست هنو بعد 45 سال شما نگاه کنید ماجرای غزه ایران که پشتیبان اصلی لبنان داره میزنه عراق داره میزنه یمن داره میزنه بچه اشتراک اینا چیه تمام چرا جا یه جای دیگه صدای بلند نمیشه چه دیگه کاری نمیکنه ببینید 65 درصد جمعیت اردن فلسطینی هستند میدونستید فلسطینی تباره هستند بریزن لهمرز می میتونم بکشن هیچ کارم تو یه چیزی هست دیگه یه چیزی هست یه وجه اشتراکی هست یه از بین اینها و یه وجه تمایز هست بین اینها و بقیه چون روی کرد باید درست باشه جهت رو باید درست برید دیگه حالا میخواد چهجوری رانندگی کنی سالم رانندگی کنی خلاف رانندگی کنی جلسه قبل توضیح دادم شما اگه جهت رو اشتباه انتخاب کنیم و درست رانندگی کنی درست رانندگی کنن تو را از هدف دور میکنه اصلا به درد نمیخوره برای همین نماز بدون ولایت اهل بیت ارزشی نخواهد اون طرف حساب نمیکنن رانندگی خوبه دیگه چیز دستشون نمیگیره ها یعنی بدونید چیزی دستشون نمیگیره وضوشون آب بازیه نماز بشین پاشوه یه خوبو داره خودت برزشم کردی خیلی مهمه که جهت شما گفت قبل جهت مشخص میکنه میگه همه به یک ببینید حضرت موسا وقتی وارد اون سرزمین میشه برمیگرده بر, بر معموریت و رسالت خودش و اوحینا الى موسا و اخیه ما وحی کردیم به موسا برادرش میتونست بگی به موسا چرا برادرش رو میاره این دوتا رسالت دارن یه کاری رو انجام بدن ان تبب همون مبوع صدقه میره همون ریش است همون داره استفاده میکنه لقوم کما قوم شما دوتاست، قوم موسی نیست فقط قوم شما دوتاست. به مصر بیوتن و جعلو بیوتکم قبله و عقیم الصلاة و وبشر اینجا اولین کاری که موسی میخواد انجام بده چیه میری بین بنی اسرائیل میگه خونه هاتون رو قبله کن جهت مهمه برای من. در مورد اینکه خونه رو قبله کنی خیلی بحث و صورت گرفت یعنی چی یعنی اگه قرار بود دقت کنید اگر قرار بود بگی که اینجا فقط عبادتگاه باشه میگفت خونه رو مسجد کنید درسته؟ میگه خونه رو قبله کنید جهت اون جامعه از زواهرش پیداست جالب بدونید مثلا آقا صاحب زمان وقت زمان فهم جز اولین کاری که انجام میدن اتفاقات حوزه معماری است شما می کشوری میرن فتح میکن اول مجسمه رو میرن پایین اول پرچه ها میکنن اول اون سازه اون ساختمانی که نماد اونجاست رو میرن پایین نماده قبل جهت و نماد اون جامعه است میگه آقا خونه میخواد بسازه میگه سنگ دستشویش این بر باشه اون بر نباشه رو به کدوم ور باشه نه فقط مردم بشینن تو مسجدی که این وری این وری نماز بخونن کل شهر مبتنی بر قبله باید تر روی بشه کل شهر کل شهر باید حول مسجد ساخته بشه هیچ ساختمانی نباید مسجد بلندتر بشه بلندترین ارتفاع مال گل های خونه خداست و اجازه نداشتن قبلا اینجوری بود آرام آرام از دوره قاجار و بعد این اتفاق افتاد حالا من مفصل تو سخنرانی معماری و شهرسازین این صحبت کردم راجع بشه که اول نهادهای حکومتی بلندتر از مسجد شدن دارالمارا و دارالحکومه ها و بعد در دوره پهلوی نهادهای مالی بانک ها بلندتر شدن که در زمان ها صفوی و اینا اجازه نداشت مرکز هم مسجد بود بعد دورش بازار بود بعد دورش شهر بود بعد زمین کشاورزی می گفت آقا مبین دور این همه جمع بودن و شهری که باز جهتش نسبت به قبله مشخص مثلا شهری که اینجوری تراحی کرد شیخ بهایی نجف, نجف آباده دیگه نجف آباد اسفان یکی این جهت اما ماجره اینجوری این رو گوش پا... از ارمش نقش شده میگه نزد ابو نعیم در کوفه جمع شدن و محمد ابن نومان معروف, معروف مومن اون حاضر بود پس مومن اتاق گفت پیامبر دستور داد در خانه های تمام کسانی که به مسجد در خانه های کس... تمام کسانی که مسجد باز میشوند را ببندن آیه صد دیگه مگر در خانه علی ابو بک تقاضا کرد تا در دیوار مسجد یک سوراخ برایش باقی مونه و یه سوراخ مثل درل بزنید. خب تا از آن سوراخ پیامبر را ببیند اما پیامبر همان را هم قبول نکرد امویش عباس از این جریان ناراحت شد پیامبر خطبه ایراد و در آن سخنانی فرمود خدا من به موسی و هارون امر کرد که برای قوم خود در شهر خانه بسازند و دستور داد که در مسجد آنها شخص جنوب نخواهد و با زنان نزدیکی نشود مگر موسا و هارون و فرزندان هارون ها. تمام میدونید نه نسب عبادی بعد از موسی هارون از طریق پیدا کرد فرزندان هارون شدن اصلا هارونی بودن که بعدا اینا شدن لاویان لاوی پسر بچه هارون بودن دیگه لاوی ها بالا بودن ببخش بعد هارون به اینها که رسیدن فقط از طریق هارونی انتا یعنی هارونی امروز زبان فرهنگی اینا یعنی مومن یعنی شاخه روحانیت یه نوعی سیادت دارن انگار مثلا یا اخر هارون به حضرت مریم میگن تو خواهر هارون یعنی امام زاده تو بعید بود یعنی هارونی یعنی مقدس در مورد پیامبر هم همین شد دیگه پیامبر حضرت مدل حضرت موسی هارون مدل امیرالمومنین پسرای امیرالمومنین مسیر رو ادامه دادن و در اون خاندان قرار گرفت شباهت خیلی زیاده بین امیرالمومنین هارون علی نسبت به من مانند هارون است نسبت به موسی و فرزندانش چون فرزندان هارون برای هیچ کسی حلال نیست در مسجد پیامبر کاری که حالا گفته شده مگر برای علی بن یعنی اینجا خونه خدا خونه شونه میخواد این پالسو بفرست قبله ای که خدا امیر المومن در اونجا به دنیا میاره چه جوری به دنیا میاره خوب دقت کنید نکشته داره این یعنی که میگه که مستدرک حاکم جلسه اهل سنت هم دارنش ببین به حضرت مریم خدا میفرماد از این خونه برو بیرون اینجا زایشگاه نیست خیلی محترمی مریم فرزندت که اصلا مبارکه خودش میگه حضرت میگه من هر جا برم برکت دارم با خودم نور و برکت میبرم باشه درسته خودم آفریدمتون خودم این جایی اما اینجا زایشگاه نیست برو بیرون به فاطمه بنت اسد میفرماد بیا تو میشد در مسجد رو باز کند برود تو نه از تو دیوار باید بری دیوار باید بشکنه دیوار باید بشکنه بری. چرا؟ اگر اونجوری گفتم خب این زنه بس خوش بدون اجازه کسی هم در رو باز کرد رفت تو دیگه بعدا اینو میگفتن که کس خبر نداشت یه کار که مثل بمب ترک خیلی هم مهمه ها براش خونه کعبه از به طول مقدس یقینا مهمتر چرا شما نگاه کن میرن خراب بکنن به طول مقدس و کار نمیکنه دو مرتبه تا الان با خاک یکسان شد معبد سلیمان درسته سمت خونه کعبه رفتن ابابیل فرستاد اول بیتنه اولین خونه است حالا توضیح میدم اول این یعنی چی امیر رو در آنجا به دنیا میاره گفتم اینا سه تا امران دیگه که سه شاخه ادیان ابراهیمی میشن و هر سه میشن آل امران یکی یهودیت موسب عمران یکی مسیحیت مریم بنت امران به مادرش میگه امرعت امران تو قرآن زن امران یعنی پدر از از مریم امران بوده و امیر المومنین که پدرشون ابو طالب کنیش ابو طالب اسمش امرانه به آل امران خودش در قرآن میفرما لا شرقیه و لا غربیه یعنی لا نصرانیه و لا یهودیه اون دوتا خیلی مهم نبودن اصل اینه تو آل امران از کدوم یکی ادام پیدا میکنه و تین و زیتون و تو سینین و هازل بلدل الامین و تین امام حسن و زیتون امام حسین امام حسین پسردار شد امام حسن دختردار شد این دو تا با هم ازا... ازدواج کردن بعدی امام بعدی پر همین یکی از القاب و امیرالمومنین ذوالقرنه اینه یعنی صاحب دو شاخه قرن بارها عرض کردن به من شاخ نیست من اول شاخ است همون ذوالقرنین کوروش هم میگفتن ذوالقرنین ادامه اون آیه دانیال نبی میگه بالحکرنیم صاحب دو شاخه لا مد لا برای اینکه مادرش از ماده ها بود پدرش از پارس ها بود اینا چسبون دوباره به هم اتحاد به وجود در ایران قرآن هم میفهمه لا شرقیه و لا غربیه زیتونه همینجا نمیشته بالای مسجد الله نور السماوات و الارض مثل نور و کمشکات فی هام اسباه و نلم زجاج از زجاجه که انها که دوری یو قدم شجرت مبارکه شجره مبارکه یعنی ابراهیم لا شرقی هم و لا غربی هم اول نگفته ولا غربی هم ولا, غربی ولا شرقی از این مسئله داریم که قرآن کشون مقدم مؤخر میکنه بعضا برای ادبیات یکیش دقل اینکه دلالت عدبی هم داره شرق شروع همیشه بر غروب تقدم داره دیگه لا شرقی و غربی ها. چیه؟ زیتون است زیتون زیتون قرآن یعنی آموسه قبلا مفصل بحث کرد روایت هم داری شرقی هم وقتی به مسیحیت میگه دقیقا مکانا شرقی یا ایسا به دنیا آمد قرآن تحکید داره غربی هم که به یهودیت میگه باز هم قرآن میگه از جانب غربی وحی رسید چه اهمیتی داشت قرآن بفرمه از جانب غربی رسید شرقی رسید شما, شما میپرسیدی بینی به نولا مثلا بر بقیه پیغمبرات وحی کردیم ما پرسیدیم از شما رسید از جنوب رسید بالا رسید پایین رسید ها؟ چرا ما اون سارا اشاره میکنیم از جانب غربی رسید یعنی من هم روایه ارز کردم هم قرآن به قرآن هم همینه. قرآن یک مهندسی دارد اگر اونو بفهمید مثلا یکی از این نکات رو... بگم امکان ندارد به شرق و غرب عالم اشاره بکند رب المشرقین و رب المغرب مشارق و المغارب و بعدش آیه در مورد اهل بیت نباشه امکان ندارد ممکن شما در ظاهر نایر نمیرید رب المشرق و رب المغرب و رجل بحرین یلتقیان بین هما برزخان نیاده میخونی دیگه دو تا دریا به هم میرسن قاطی نمیشن آباشون با هم دیگه لولو مرزان هم میاد بیرون آیه هم در مورد اهل بیت دو دریا علی و فاطمهن به هم میرسن و حسن و حسین لولو و, لو لو و مرجانم امام حسن حسین مرجان امام حسن لولو لو امام حسین آره. اون اتفاق مهمه که میرس میفته که این لولو لو شکل بگیره کامل بشه مقدمات اتفاق اصلی میفته در دل صدف بعد این مروارید ساخته بشه خیلی نمادین خدا اینطور حرف زده با تو خیلی از اون رو داریم همین که آنفادم رو باید داریم بهره نیاد از این زیاد داریم مشارق مغارب بعدش بکه در اصلش از ماده بک بر وزن فک به معنی ازدهام و اجتماع محلی که ازدهام و اجتماع صورت میکن شاید به خونه کعبه از این جهت محل توجه و ازدهام و اجتماع گفته میشه شاید هم بعد از اینکه که محل ازدهام شد این صفت رو به خودش گرفت ها در گفته روایت در از آمام صدا میفرما که مکه در مجموع شهر رو گفته میشه بکه جایی که کعبه هست اونجا حرف میم و به هم خیلی در زبان شناسی به هم تبدیل میشه مثلا یه نفر خود بینش بگیره م ب تلفظ میکنه خب خیلی تلفظ مثلا لازم یا لازب در عربی معنی داره همین از شما خب شنبه اصلا م و مرزش اصلا مشخصی سماعی وقتی عادی داره طرف صحبت میکنه خب بگم این مهمه دیگه چند تا نکته در مورد مکه بگم و بریم جلوتر تا آرما رو بفهمید چرا خدا اینجا لفظ بکه استفاده میکنه چرا امام صادق اشاره میکنه مکه ام ملغورا. یکیش به این معنی که مادر همه شهرها یعنی بزرگ همه شهرها کلان شهر اینطور میگه دو یه ربطی به اون پیامبر امی داره چون اون پیامبر امی در مکه به دنیا آمده باشه میگه ام القرآن اینه یه ربطی به امیین داره امیین که هن درس نخونده ها, ها؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزك او کسی است که بعث مبوس کرد في در بین امیین امیین یعنی درس نخونده ها داریم همونه که زبون مادریشون فقط بلدن درس نخوندن پس چیجه حرف میزنن مادری یاد گرفتن ما میگیم زبان مادری یتلو عليهم آیاتی و امام صادق علیه السلام میفرماد که ببین این که میگن تو شب جزیره مثلا کسی هم درس نوشتم بلد نبود نه هیچ کی هیچ کتاب اما نداشتن شعر هم می نوشتن مثلا اما کتاب به معنی کتاب دینی مثل تورات و انجیل تو اینا کسی نیزد بیرون که حفظ کرده باشن کتابش خیلی سماعی بودن اینا حافظه های خیلی رشد پیدا میکنه مغزم اینجوریه حافظه شون برای حفظ خیلی قوی بود چون مجبور بودن دانش همجوری پیش برن من خودم اوایل مثلا سه کارامو یادداشت میکردم قید العلمه به کتابت فراموش، حدیث هم دارم میفعب. بنویسید مقیدش میکنید ها برای حافظم خیلی خوبه زیاد تو میره بنویسید، اصلا مشق نوشتنه باعث میشه کلمات تو ذهن بچه ثبت بشه اما خب یه جایی میخواستم ذهنمو تمرین بدم اما نمی نوشتم که چیه از حافظم بیشتر کار بکشم از مغزم بیشتر کار بکشم چهره تو ذهنم بمونه اسم تو ذهنم بمونه اگه یه نفری مثلا یادم نمیاد انقدر فکر میکنم تا یادم بیاد میتونستم حل کنم یه دقیقه زمین زمین کی بود نه آثارش الان میبینم اینا خیلی سماعی قوی بودن مثلا آیه نازل میشد گوش میکردن بعد اون طرف عینشو میخوندن شعر جلوشون میخوندی حفظ میشدن حاج محمدای طاهری مداح میگفتش که یه روز ما پدر ایشون خواننده بود مداح بود میگه با حاج زنجانی رفتیم پیش بابام بابا شما مداح بود و خدا رحمت کنه همه کسایی که خدمت میکردم به بیت بعد میگه من یه شعری رو میخواستم اون شب تو روزم بخونم میگه جلو بابام خوندم ده دوازده بیت یک بار خونم تموم شد حاج خب خیلی کمبینا یا نابینا هست میگو چیزی نمینه محمد ببین درست میخونم گو یک بار یعنی شرط تو تمام و تمام دوازده بیتو خوند چون نابینا بوده مجبور شده بخش سماعی مغز چی شده لیسنینگ قوی شده دیگه یا یه دیگه هم داریم الذین یتبعون الرسول اون کسان که تبعیت میکنه از چه رسول النبی الامی اون نبی امی دوره. اه. اما یه نکته داره الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و که او رو مکتوب تو تورات انجیل پیدا کرده بودن اینجا معنیش دیگه فرم تیکه و متلکی که یهودی ها به عربا می زدن به اینا گفتن امی چون اینا پدرشون که محل افتخار بود که حضرت ابراهیمه برای اینکه اینا تحقیر بکنی بگی اینا کنیز زادن بعد بگی کی؟ چی به اینا امی خدا از همین افتخار ساخته این نکته یه بعض ما به شما میکنن این ندونید از تو همون میتونید شما نقطه قوت بسازید آمریکایی‌ها می‌خواستن میخواستن زمان را فودون دوره ریاست جمهوریشون بود میخواستن مسخره کنن رئیس جمهور دموکراتو آمدن به جای اون رئیس جمهور عکس اولاغ کشیدن این اومد از همین عکس تو انتخاباتش استفاده کرد که اینا من توهین میکنن ببین چه جوری فلان اصلا این که الان می‌بینید اولاغ و گاو اولاغ و فیل با هم دعوا میکنن توی این فیل نماد جمهوری خاص اولاغ هم نماد دموکراتر. از همونجا شروع شد این آمدن شیطنتی کردن کاندیدا توی زبان انگلیسی یعنی نامزد انتخاباتی کاندید یعنی احمق من خیلی دیدم تو تلویزیون هم فوش میدم به ملت مردم ملت. چرا کاندید شده یعنی یعنی خر شده خب انگلیسی یعنی این حالا زبان مادری تو بگو نامزد انتخاباتی شده دیگه خب کاندیدا یعنی نامزد انتخاباتی اینا اومدن همین شیطنت رو انجام داده بودن یه اولاخ کشیده بودن گفتن این کاندیدا این کاندیده اونا گفتن شورا اصلا کاندیدام چی میگی از این فرصت می حالا گفتید امی من الامیین نه رسولا از اینها در کجا در ام القرا اینجا میفرماد یجدو نهو مکتوب نه عندهم فی تورات و انجیل میگه او رو مکتوب تو تورات انجیل دو پس کجاست ما نمیبینیم ده ما نمیبینیم کجا رفتیم ببینیم یه دو جا رو باره ببین به قرون بنده خدا خب یه دو جا رو نگاه کن بعد بیا بگو وقتی به شعیه باب 29 بخش 12 رجوع میکنید من فارسی شو تو هم, هم, هم میگه می و آن تومار را به کسی که خواندن نداند داده در پیشگویی میکنه از آمدن کسی و میگویند این را بخوان و او میگوید خواندن نمیدانم هبش میگن بخوان میگه من نمیدونم و این پیامبر اصلا شروع پیامبریش باید با همین اتفاق باشه اقرا می نمیدونم خوندن نمیدونم میگم بهت میگم بخون اقرا بسم ربک الذی خلق حالا عبارتش چیه اقرا لامه گفته می شود لمر اقرا همین همه تو تو کتاب <applause> <جتبیش اعیان> نبی یعنی <applause> وقت اون پیان بر بهش گفته آقا بهش گفته شد بخوان سوره آنازه شد اقرا از عرب ها اصلا نمی این سوره یعنی چی می یعنی چی اون اصلا رو دادن تو منطقه تیما ساکن شده بودن تو همین ایشعیه های نبی میگه که وح درباره سرزمین عرب ای قافل لیدانیون در جنگ در, در, در درخت زار عرب منزل کنید در تیما تیما شمال مدینه است شمال خیبر ای اینا چرا تو مکه نبودن مکه که اون ملقراست مکه محل تولد پیغمبره باش بینا دستور داده شده بود برید در تیما میگه چیه مطابق سال مزدوران مطابق سال عربا میگه یک سال که گذشت او فرار میکنه دنبالشن بکشنش شما باید ازش مهمان پذیری کنید و وقتی وارد اون شهر میشه رخب جمل سوار بر شطور است وارد می میشود مو به مو اتفاق افتاد دنبال بودن پیامبر بکشن پیامبر فرار کرد وارد مدینه شد با شوترم وارد شد برای اینکه هم خدا توجه به سمت شطور ببره حول شطورشون قصه ایش گرفت گفتن یا رسول کجا میخوای پیدا بکنی برای اینکه اینا ناراحت نشن دلشون نشکن گفتن فرمان هر جا شطورم یعنی همه یه توجهات و سوق داد به سمت این شطور با شطور چه جوری میخواد بگه این شطور راه افتادم رفت 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 یه یه جا نشست گفت این مال دو تا بچه یتیمه همونجا مر... صحابه جمع شدن پول دادن اون خریدن هم دو تا بچه یتیم گرونتر هم خریدن خریدن اونجا مسجد شبناک یعنی توجهات رو جلب کرد همونجا حضرت رو میگه تو همین شهیه نبی میگه خر خمور سوار بر اولاغ میاد حضرت عیسی قبل اینکه وارد معبد سلیمان بشه دستور داد که برید جلوتر یه الاغیه با کرش بستنش برید به صاحبش بگید که استادم میگه این الاغو بده همینجوری مفت گفت تو برو بگو کارم گفت نمیده گفت برو بگو به تو چه رفت گفتن بفرمایید تعجب کرد الاغ رفت اونم سوار شد یهو اینا یاد ای آن نبی گفته است آن نبی یعنی اینجا حضرت شیعه خیلی پیشگویی مرتد و پیامبر داره و بده اینا میدونن یجدونه یافتند او را مکتوبا نوشته شده نشنیده شده عندهم نزد خودشون فت تورات و انجیل هم یهودیاشون هم مسیحیاش میدونستن او کی یعرفونه کما یعرفون ابناهم از قومی که اینجوری آشکار تو کتابهای خودش پیغمبر میبینه قبول نمی کنه انتظار دارید مثلا چهار تا فلسطینی و حقشون به رسمت بشناسه خود تغییر قبله خیلی مهم بود و فشار زیادی هم به یهودی آورد قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اتوا الكتاب من كسي بشي كتاب دوردن لا ترجمه لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافلا عما يعملون ما توجه تو را بر آسمان به انتظار وحی و با تغییر قبله بنگریم و البته روی تو را به قبله ای که به آن خوشنود شوی گرداندیم پس روی کن به مسجد به طرف مسجد الحرام و شما مسلمانان نیز هر کجا هستید روی بدان جانب کنید مثلا اینجا مترجمین میگن یه یعنی در نماز هم اضافه میکنن میگن یعنی لابد نماز دیگه خب اگه خدا هم بخواست میفرمود دیگه این نیست که فقط سعی کنید موقع نماز رو به قبله باشید سعی کنید جهت قبله یعنی چی یعنی به سمت خدا یعنی توجه به خدا تو اعمالمون باشه یعنی ذکر و یاد خدا تو اعمالمون باشه یه فیزیکی داره یه ذهنی داره دیگه میگه الا ذکر الله تطمئن القلوب و سبحان الله سبحان الله سبحان یعنی تو هر لحظه یاد خدا باشی قدیم اینجوری بود اصلا الفاظشون مردم یاد خدا چیز قشنگ میدیدن ما شاء الله لا اله الا الله استغفر الله الله اکبر میبینی همه چیزشون ذکر بودن از ناراحتی تا شادی الان نه الان فوش میدن ما جزا با مسئله چون یه فوش میدن فلان فلان شده رو <تصفيق> <تصفيق> عجب یه دوستان تعریف میکرد گفتم یه سوارم سوار ماشین بودیم تاکسی بودیم باید باعت... برو بنده خدا پیاده شد در رو خیلی محکم کنید گفت یه فش خار مادر بد جور داد میگه ما اصلا قلاف کردیم دیگه و بقیه میگه اون یکی پیاده شد از ترس فشه در رو... مثل در یخچال آرومی جه هلش داد بنده خدا در رو خوب بسته نشد بعد اینجا خم شد و مثلا در تق اینجا یه فش خوار مادر دیگه هم داد بعد میگه نفر اون پیر مرده بود گفت ببین پسرم خب من سن و سالی ازم گذشته خب بیا خودت ببند، بگو من چجوری ببندم اینا محکم میبند و فش میدی آروم میبند و فش میدی من چیکار کنم ببین بلند در اومد گفت وقت رفت گفت عجب فلان شده شد. ای بودا با خند دوباره یه فش دیگه ده. بعد بهش گفتم فلان تو چی کار گفت من رفتم باش من پیاده نشدم الان شوخی آره بعضی دیگه الان چی شده؟ اون یاد خدا وقتی تو ذهن باشه تو قلب باشه میاد سر زبون اون چیزی که دهن ما می میپره اون چیزی که تو قلب قایم میکنیم در مورد خطاهای فرویدی قبلا تو محرم زن. تو محرم سخنرانی کردم اونجا امیرم ما میفهم شیطان خوب دقت کنید به خطوط چهره و فلتهای های لسان این سوتینی یه ریشه داره مغز سوتی نداره حتما یه چیز داره اونجا یه گره ای هست از دهنش بیرون یه چی کلمه خب میگه اینا دقت کن بگذاریم این آیه که نازلش خب اینا تحقیر میکردن پیامبرو آ چیه پیغمبری بهترینشون هم هستی چه سمت ما نماز میخونی دیدی انبیاء ما مهمترن دیدی انبیاء ما مهمترن خدا عمدن به پیامبرش فهمید که تو یه چند ماهی سمت نماز میخوام میخوام همه توجه را. چرا چون این هم باز در تورات اینجا در تورات بود همه حواسا رو جمع کرد یوی برگردون ها اینجا یه نکته میخوام بگم در برخی از اسناد قابل استنباط است که حضرت موسی اساسا بنی اسرائیل رو میخواست از مصر خارج کنه میخواست ببره حج کجا؟ مکه میخواست ببره حجی که جدش حضرت ابراهیم بنا گذاشت اما خب اینا اذیت کردن دیگه یتیهون فی اربعین اصلا چل سال تو بیابون یتیهون تو تیه تو بیابون گیر افتادن چهل سال بیچاره شون کرد شب میخوابیدن روز را میرفتن به سمت مقصد شب میخوابیدن بیدن سرجا سر اولشون موسا و هارون اینا رو ول کردن خودشون رفت اینا بی پیغمبر چل سال اونجا موند تمام اون چیز هم که خدا من برقی و نمیدونم, نمیدونم. سنگی بود از حضرت موسا میزد تا چشمه جالب مثلا یه چشمه هم نه دوازدت میشد با هم داریم در برخی از نقلا که میگه وقتی هم که شکافت اینا دعواشون شد گفتن تا را بر ما درست کن تا راه درست کن گفتن این لالوها پنجره ببینیم اون داره میاد یا نمیاد عجیب دیگه مراقب باشیم ما اونجوری نشیم این محمدیه دیگه که جامعه اسلامی جایی شد بل هم بیشتر یه جایی بیشتر هم شده حالا این آیاتو گوش کنید خروج جالبه اولین بار این لفظ در تورات پیدایش نیست در خروجه اکسدس. خروج از مصر باب ده بخش نو و موسا گفت با جوانان و پیران خود خواهیم رفت با پسران و دختران و گوسفندان و گاوان خود خواهیم رفت زیرا که ما را عیدی برای خداست ما یه وعده داریم یه عیدی باید اینجا بریم فرون بذار ما بریم چندین مرتبه به فرون میگه فرون میگه باشه 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 چرا؟ اول میگه نه یه معجزه خفن میزنه می غلط کنم باشه باز تا خرش اپل میذاره میگه نه میزد می زیرش کلا مدلش اینجوری بود در سوخت ای مثلا یه کاری کرد قورباغه میبارید از آسمون اومد گفتش آقا زیر مزید. به ماستشون رو با میکردن قورباغه میزد بیرون نه چیکار کنیم چیکار نکنیم اینا فرون باش با میذارم بری حضرت موسا تایم داشت ددلاین داشت داشت زمان میگذشت نمیتونه صبر کنه بعد گو باش میگه میشه خدات بخوای دعا کنی جمع کنی حضرت موسی گو باش من میخوام جز در رودخونه ها جای دیگه وزق دیده نشه دعا کرد و خدا مجابت کرد فرداش در زیرش ملخ زد جوری ملخ زد که تو خواب مجاها اینا رو میخوردن حالا هم فقط بنی اسرائیل در امان دوباره غلط کردیم کاری کرد آب خون شد بنی اسرائیل ها برمی آب تا... صاف بود اینا برمی خون می دادن خیر اینا بنی اسرائیل ها رو می گرفتن می گفتن بیا تو آب بردار آب برمی داشت می تو خون می شود. دوباره غلط کرد دوباره همین کار یه, یه وعدگاهی داشت ببین چیه مونتا وقتی به متن ابری مراجعه می کلمه دیگه می بینی نمی‌بینی؟ نمی بینی اینجا نوشتن as a فیست فیست یعنی جشن هم فستیوال هم همینه دیگه. از همین ریشه است. اما وقتی میری تو اصل مت من تو خودشونا میری نگاه میکنی انگار ما ترجمه فارسی رو بخونیم چقدر ساده انگاران است ها وقتی میری قرآن مثلا فارسیش فقط بخونی بعد نتیجه بگیری بعد میری تو عربیش نگاه میکنی آقا این کلمه چه میگه کی حج یهوه لنا حجی که برای یهوه بر عهده ماست برای ماست ما باید انجام بدیم یه من همه رو باید جمع کنم به این حج ببرم احتمال این هستش که بعد از آن حج میخواسته بره به فلسطین یعنی میخواسته بره حج انجام بده این عبارت همین ها حق فقط اونا ج و گ تلفظ میکنن اینجا حق باب دوازده بخش چهارتا دوباره خروج دوباره ایک و آن روز شما را برای یادگاری خواهد بود میگه باید دائمم انجامش بدید و در آن حج از فیست انگلیسی نوشته حج برای خداوند نگه دارید و آن را به قانونی ابدی نسلا بعد از نسل عید نگه دارید باز دوره حج باب سی و چار بخش 25 و پنج. زبه حج میگه این حج زبی هم دارد قربانی هم دارد زبح حج زبح این ابری ها دارم می برگردم به بکه پس این حج موضوعیت بر تمام ادیان ابراهیمی می داشت اینا این بخش رو سرکوب کردن چون به پذیرن سرس به کیه؟ به پذیرش آن پیامبری که در همانجا به دنیا آمد در آن شهر و امیر المومنی که در آن خانه به دنیا آمد این بخشش بپردازن باختن اینو سانسور برای همینی که تو آخر آیه اگه دقت کنیم و اگر این کار کافرها اینجوری حالا خیلی عجیب بود این آیه نگاه کنه میگه که وقت آیه تغییر قبله رو میگه این حق خب همون حجه تا شما اینو چی میخوای بخونی؟ حق تاش اینه دیگه ببین چی میگه و ان الذين اوتوا اون کسی که قبلا بهشون کتاب دادین لا انه این چقدر استادان کلام رو استفاده کرده هم میدونن حقه و حقه تا شدید میام لفظی خودشون استفاده میکنن من ربهم و ما الله و ما الله به عما یعملون ما غافل نیست از اون کاری که دارن انجام میدن خیلی از آیات قرآن تیکه به این است که خودشون هم متوجه شدن اصلا ما مسلمان نفهمید خود چی بهشون انداخته یه ماده این ماده مزور بکشه یه معنی دیگه ای داره از بین بردر نخوت و غروره چون توی مرکز بزرگ توی این اجتماع بزرگ تمام تبعیزات از بین میره دیگه مثلا کلاه نبر رو سرت بذاری چون کلاه نماد تشخص بوده قدیم از رو کلاه وزن مالی و اجتماعی طرف در می اومده نعلین خیلی مهم بوده می چیزی باید پات کن روی پاتو نباید بپوش لباس مردم دو تا حوله بوده لباس بدبخ بیچارا یه حوله به کمرش می رختن یه حوله می رختن به سرکلش آفتابی سایه اینجا لباس دیگه نداشتن میگه همه شبیه فقیر ترینه باشید مدل موان نشان تشخصه همه کلار رو بترشید همه رو شبیه هم میکنه ریش تو میگیره یالو بیبریم میگه چون این نخوت و قروبت بشکنه خب بله بعضی از این بکشم استفاده شد یه خورده بریم کتاب مزامی رو از داود بخونیم ببینید چی میگه میگه ای یهو و سبایوت چه دلپذیر است مسکن های تو یه خونه های تو چقدر خوبه جان من مشتاق بلکه کاسته شده برای صحنهای خداوند میگه دلم همه زیارت کرده برای صحن و سراهایی که به خونه های خداست دلم و جسدم برای خداوند هی سیه میزند گنجش نیز برای خود خانه پیدا کرده است و پرستو برای خیشتن آشیانه تا بچه های خود را در آن بگذارد در مذبح های تو ای یهوه و که پادشاه من و خدای من هستی. میگه خونهای تو که محل زب هم هست خوش به حال آنانی که در خانه تو ساکنن که تو را دائما تسبیح میگویند صلاح این لفظ تکرار شده زیاد داریم خوش به حال مردمانی که قوت ایشان در توست و طریقهای تو در دل ایشان است راههای تو در دلشونه چون از وادی بکا عبور میکنند این عینا در مزامیر داوود چون از وادی بکا عبور میکنن هشتاد و چار شیش اینجا ننمیشتم اینجا تو زهنم اوبر عبور میکنن عبور همون یه ریشه است ها بکا ها معادل الفلام تعریفه به اون بکه مشخص آن را چشمه میسازند میگه بکه که جای دیگه میگه وسط بیابونه خب میگه تبدیل شده به یه چشمه اونجا نشونهشه اسمش هم بکه است اون که آب زمزم و وسط بیابون جوشید و یعنی چرا هر کی بذاری حق طلب می بود می و باران آن را به برکات می پوشانند. اینا اومدن این هفت دور دور خونه که به چرخیدن رو بردنش توی کار دیگه تو تفیلین تفیلا در زبان عبری یعنی نماز اون مرکز مطالعات اسرائیل که بودیم سبخت نماز میشن بچه ها چون همونجا عبری حرف می زدن به شوخی می‌خواستم بگم نماز نماز بود تفیلا 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 دور که از همکارا اتاق بغلی بود اونا روی جای دیگه داشتن کار می‌کردن و چی بی شما تفیلا دیگه چی توفاله است چیه تفیلا یعنی نماز با ت دو نقطه است تفیلین این بندی که اینا دور دستشون نمیدونم دیدی یه بند چرمیه دور دستشون می‌پیچن سه میزن سرش چند دور بعد دور دستشون بچرخ باریکل بعد این چیه یک کیوب کیوب یعنی چی؟ مکعب کعبه ببین تو باید هفت دور دور کعبه بچرخونی اینا که اول این رو هفت دور این دور دستشون چرخوندن همین چی شد؟ <applause> شما بزنید تفیلین تو این طور ناکسشون. خروج هشت بابه هشت بخش یک خداوند موسا را گفت نزد فرعون برو و به وی بگو خداوند چنین میفرماید قوم مرا رها کن تا مرا عبادت نمایند تا مرا رها کن تا مرا عبادت نمایند خروج پنج بخش یک و بعد از آن موسی و هارون آمده به فرعون گفتند یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید قوم مرا رها کن تا برای من در صحرا اید بگیرند فیست دوباره نمیشته وقتی میرید نگاه میکنید توی ابریش که قوم من رو امی امی فقط میشون امی میگن خب امی امت من امت من قوم من بیان اینجا لیحجو قرار ول کن نباید برن تو اون بیابون حج برپا کنن اگر صرف عبادت مد نظر بود همونجا کار انجام میدادن تو محله خودشون کدوم منطقه بودن اینا جوشن منطقه ای که یهودی ها در مصر بودن اسم محلشون محل زیاد بودن اینا خود یهودی ها میان نزدیک 600 هزار نفر بودن زمان خروج حالا بگیم خالی بستن 100 هزار تو که بودن جمعیت زیادی 100 هزار تو جمعیت شهر اونم مثال جمعیت اون موقع همونجا میتونه رو انجام بدن نه از اول قصه قصه قبله است وقتی جهل شما فرض کنید مثلا چه میدونم همین کانال سوئز اسم اصلیش کانال داریوشه دیگه هخامنشا اینو حفظ کردن فکر کنم ما بجون که ببینیم بگیم کانال سوئز تو دنیا ما تو کانال داریوش خود این یعنی چی یعنی داداش یه زمانی ما تو شمال آفریقا بودیم همین دیگه بر چی سری اسم رو تغییر میدن چرا تو خلیج فارس اینجوری میان وسط خیلی از مرتقین همین ابو موسا نیست از اسم جزیره بو موسو یعنی سرزمین سبز آروم آروم یه الف گشتن جلو شد شد ابو موسا موسایی در کار نیست اصلا که بابای موسا باز من کی بوده <تصفح> 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 ربطه آره بو موسو بارها رهبری تحکیل گفت اینو بگید بو موسی الان ابو شو بو موسو باید بگید یک از وزره خارجه ما متاسفان گفت نه همون ابو موسا باید قابل حدسی که خب اینا دقت میخواد چون اینجوری میپذیری یعنی چی یعنی اینجا عربی بودنشو پذیرفتی گفت عربی مال مال شمالش که عرب نیستن <applause> یا جنوبش که عربن همین جا شروع میشه لف الفاظ باید حذف کلمات باید حذف تغییری به وجود میورد شمال رودخانه عرس هیچ وقت اسمش آذربایجان نبود هیچ وقت آران شروان آلبانیا هم آلبانیایی هم از همینجا کوچ کردن رفتن هیچ وقت اسمش گوشن آذربایجان یعنی بعد همین الان یونان با مقدونیه سر استان مقدونیش جنگ داره تو بیخود خود کرس میگی شاتون گوش من یه استان دارم تو فردا نسبت به این ادعا خواهی کرد الان نه 50 سال دیگه نگاه دقت کن از نظر جغرافیایی همین منطقه بسیار ویژه است ببینید یعنی همون نقطه اولا که خیلی نقطه است. فلات عربستان خیلی فلات جالبیه. کمترین میزان گسل رو بزنید مثلا گسل جهان نقشش میاد خب اصلا این از همه فنی که خونش ساخته کجا ساخته خدا بوده ما که رو تهران اصلا وسط گسل ساخته همین محلاتی یعنی یه گسلی داره که فعال بشه همه تونو میزده آره بله این نزه بالا پایین اینا پایی میکنه نفعی مثلا مردم قدیم مثلا نمیدونستن بیان اینجا بسازن بیان بالا شهر نداده هم میدونستن که هر صد سال دویست زلزله زلزلهی داره این هم جزه کمکاری های جمهوری اسلامی زلزله تهرانه باید پیگیری بشه جدی آقا بیاد یه هفهش ریشتر همچین چین سونده نفهمیم و کجا خورد کل کشتاش به کنار عواقبش بعدش هم حالی یه روزی آقا بینیم سیمه یاداوری کن من این تهران در آخر و زمان سخنرانی کنم توی یه روایت اشاره شده بهش اشارهاتی هم هستش که میشنوی رو ویبره ای خب حالا بعضی احادیثش جعلی ساختن متاسفانه یکی از این روحانیان تو اصر مشروطه برای اینکه مردم سمت تهران نه شروع کرد کتاب <تصف> نوشت حدیث جعل کرد یعنی تهران بعضی این روایتی میخوام بگم اول اون کدومش جعلی کدومش درسته توضیح بدم <تصفح> خب خدا اولا میخوام خب گسل ندارم دو خوبشون این از ابتدای خلقت زمین نکته جای مهمی بوده ببینید گوش کنید ارض بعد ذلك دحاها و زمین را پس از آن گسترانید یعنی چی گسترانید زمین گرده اون جایی هم که میگه ببینید دقت بفرمایید قرآن زمین رو بر شما مسطح کردیم میگه لکم یعنی تو برداشت الان چی نگاه میکنی زمین چیه مسطح شما یه مورچه هم بذار روی بالون چی می‌بینه مسطح می‌بینه دیگه نسبت به اون این قشنگیش اینه, در اینه که در اینی که کروی بر لکم مسطح <تصفح> نه که کلا مسطح یه مش خلوچل پیداشم بیا میگن زمین تخته درست شد لکم مسطح اون دقت کن ها این گستر یه چی این تنهایی که به دهب الارض اشاره داره مفسرانم الا ماشاءالله تو این آیه اختلاف کردن چون خیلی نظر علامه طباطبایی من میگم یا آفرینش و گسترده شدن زمین یکی است و پس از خلق آسمان رخ داده است تمام اینا به چی برمیگرده به همین اختلاف در معنی بعد از الکه یا والارض بعد ذلک بعد اون تها یعنی بعد اون باید. یه چیز قبلش بوده دیگه نظر علامه طباطبایی گفته حالا اینا خیلی نیست اولین جایی است که از مذاب بودن سرد میشه زمینی که مزاوه داشته قلقل میکرده پوسته آروم آروم داره شکل می‌گیره الان بازم زیر پوسته چیه؟ مزاوه 5 کیلومتر تا شست کیلومتر این پوسته چیه؟ متغیر یه دینه فر... نظریه رو... زمین شناسی ها منطقه من خیلی سادش میکنم یه لاستیکی که میذارید توی دستگاه می‌چرخونید لنگی میزنه چجوری لنگیشو می‌گیرن سرب میکوبن سرب چجوری میکوبن؟ یعنی چی؟ یعنی وزن رو تقسیم میکنن این رو درست شد؟ این وزن این پوسته ها به هم بخوره با یه لرزه ای اینقدر می لرزه تا اینه جابجا بشه که این دوباره چی بشه؟ استیبل بشه چیا باعث میشه وزن پوسته به هم بخوره؟ فعالیت خود ما ما عامل زلزله این بعضیش چی؟ مثلا شما روی منطقه بین دو تا کوه برداشتی یه دن زدی کلی آب اونجا انباشت میکنی مثلا مناطقی داره زلزله میاد که قبلا اصلا سابقه زلزله نداشته وسط کوه مثلا خب میگن آقا این تحریک کرده میگن حالا اثرش چقدر اختلاف و بعضی میگن اصلا اثر نداره بعضی میگن داره یه طرف زمین پوسته رو کندی در آوردی استخراج کردی بردی یه جا دیگه انباشت کردی یه بار تازه نازوی کردی اون طرف رو دو برابر با یه بخش جازبه سر میذاره برای همین دقت بفرمایید بیشتر زلزله تو دیماه تو این فصله چرا؟ برای اینکه زمین تو نزدیکترین فاصله با خورشید قرار میگیره چرا هوا سرده به زاویه ی زمین برمی‌گرده نور مستقیم نمی‌خوره همون موقعی شما میگه هوا سرده جسارتا این کره جنوبی گرمه گرم توپه توپه و میادم مثلا اخبار نشون میداد میگفت دسته دابستون بود در آرژانتین برف آمده است خب اونجا یعنی یه پرفوزوری نبود اینجا بگه خب نیمکوره جنوبی زمستون ها طرف چی دیگه هست خب بله اولین اینجا یه سرد شد چه جوری هم سرد شده به احسای مختلف است از بارش شابسنگ های یخی گفتن یعنی قشنگ برحله به مرحله دیگه مثلا آهن چه جوری وارد زمین شد خیلی زیباس اینا الان این موز آخرین نظریات جهان ها نظریات زمین است میگن که آهن به یک باره توسط شاه سنگا وارد شد وارد زمین شد و دقتم بفهم قرآن چه عبارت استفاده میکنه باب افعال استفاده نمیکنه استفاده نه باب تفعیل افعال تو زبان عربی چیزی رفت یعنی سریع اتفاق میفته اعلام اعلام کردم تمام شد تعلیم یا الله این چقدر طول میکشه 20 سال طول میشه نه تعلیمش بدی دو سال طول میکشه یه موقع میگه و انزل نام از ما ان بارونو میگه زارت بارون میرزه پایین یه موقع نزل من از سماه یعنی چی؟ به فرایند شگیری ابر و بخار و میعان و چی چیو این اشاره میکنه دقیقا. میگه و انزل الحديد. در مورد آهن نمیگه نزل الحديد. میفرماد میفرما چی؟ انزل یه فرستادی ماهن رو یعنی عجیبه دیگه همین زبان عجیبه همین کتاب عجیبه هم ما مسلمان ها عجیبه همه این هم عجیبتا ما <تصفح> که منتظر می خارجی اینو پیدا بکنه بعد میگه ای تو قرانمون بودا و پروفسور انا تو بیم زودتر پیدا کنیم بله این مربوط به چه دوره یه؟ دوره پریکام بریانه این چه دوره یه؟ حد زیرین این دوره حد کمش تقریبا به همه زمان با پیدایش زمینه چهار و میلیارد سال پیش هفتصد سال اولش هم تقریبا هیچ اطلاعاتی وجود نداره 700 به میلیون سال آره 700 میلیون سال اولش هیچ <تصفح> اطلاعی نداریم این مد این دوره انقدر فرسایش سنگین بوده دما بار شهاب سنگ یه چیز عجیب غریبی بوده خب که اطلاعات زیادی نداریم مطالعات فسیلی هم خیلی جواب نمیده یعنی اولا موجودات ابت... نمیگم در دوره پریکان پیرین اصلا چیز نبوده حیات نبوده بوده نرم تنان بودن اینا فسیلشون به این نمونه بین رفته تحت این نهرات چیزی قابل توجهی وجود ندارد بعضی هم حالا خوب دقت بفرمایید یک خشکی واحدی بود اول رو زمین به اسم پانگا الان شما این تیکه های قاره ها رو نگاه کنید پازل همن این یه تیکه بوده از هم آروم دارن جدا میشه الان قشنگ شما این خلیج فارس رو نگاه بکنید میبینید شمالش فور رفتگی پایین چی برآمدگی قشنگ این یکی بود این دهن باز کرده درست شد خب این صفحات دارن حرکت میکنن دیگه رو همون چرخه هم که خود زمین داره اون روی مایه ای یه سطحی از مایه است در لوگی ژلتور یعنی مواد مذاب زیر که از شنگا میزنه بیرون دیگه حالا قرآن داره برا ما خبر میره از دوره پریکان بیریان <تصفح> میگه اول اینجایی که سرد شد کعبه بود به این میگن صفحه اتیوپی عربستان اشتباه نکنم هبش عربستان خب یا سپره همه شب رسول سپر میگن. در مورد اینکه یعنی یک بورهی نکته دوم میگن اولین جایی بودی که از زیر آب اومده بیرون میدونی مثلا همین منطقهی که ایران و اینا کلن الان هست یک دریای بزرگ در اسم تتیس همش زیر آب بوده الان تو منطقه آذربایجان ما منطقه مرند ما معدن کاولن داریم معدن کاولن چیه با چینی درست میکنن از چی پدید اومده پوست صدف آذربایجان نقطه مرتفع هست یا نه بله با این وجود زیر آب بوده صدفا اونجا تجمع کردن خوش شده صدفا موندن شده خاک کاولن که درست چینی درست میکنن معدنش بیرد سفید همه چی مثل آرد مثل گچ مثل نمک اونجا زیر آب بوده با. میگه اولین جایی که سر از زیر آب اومد بیرون این منطقه است آقا اینجا باید. باشه فرسایش بده کرده یه بسیار کوهایی بوده از بین رفته یکی اجازه ریاضی هم داره مکه ما یه رشته اعداد تو ریاضی داریم بسیار رشته اعداد فیبوناچی مانه لئوناردو فیبوناچی ریاضان ایتالیاییه چیه؟ یک رابطه ای رو این آدم متوجه شد که رابطه ای که تو جاهای مختلف خلقت میدید تو تعداد برگه ها میدید این چرخش آب میدید متوجه یه نسبت شد این نسبت نسبت جالبیه چه جوری به دست آورد گفت اعداد شمرد گفت صفر بعد گفت یک درسته صفر و یک میشه چی یک بعدی رو گذاشت یک یک و یک میشه چی دو گذاشت دو یک و دو میشه چی سه بعدش با دو و سه میشه چی پنج. پنج و سه میشه چی رفت 13 21 34 55, تا مثلا همینجا برو دیگه تا نه داره دیگه همینجا بری یه رابطه اینا بود می اومد جمله دومو به جمله اول تقسیم میکرد یعنی چی یک به یک حالا صفر رو که میذاریم کنار میشد یک جمله سوم به دوم یعنی دو تقسیم بر یک میشه دو جمله چهارم به سوم یعنی سه تقسیم بر دو میشد یک و نیم جمله پنجم به چهارم میشد یک و شیش دهم همینجوری رفت رفت به چهلوم رسید جمله چهلوم نسبت به سی و هم یه اتفاق جالب بود یک ممیز شش با چهارده رقم اعشار با چهارده رقم اعشار نسبت تلایی بود که از نسبت تلایی که یک و تقریبا رایت میکنن تا چهارده رقم اعشار حالا چه ربطی داره؟ بله میکنم خونه کعبه رو موقعیتشو نسبت به نورس پول قطب شمال همین هم برید گوگل ارس خودتون بزن خونه کعبه جایی هم که اینو قطب شمال میرسن کاملا ما شخص اندازه شو بگیرید با هر مقیاسی بالایی کیلومتر گفتی پایینی کیلومتر بگیر بعد بیا نسبت خونه کعبه رو از کعبه تا قطب جنوب بگیر خب همون نسبت طلایی با مدل های مختلف اندازه گیری که می یک و میشه حالا تو صد هزارم اش نمیدونم چی شده این مدل مثلا شما اگر مپ لنگس بگیری مثلا 7632 کیلومتر میشه اگر گراند لنکس بگیری لنگس بگیری 7629 منتها هر دو تا رو تو مدل بگی دیگه باز تا قطب جنوب همونجوری بگیر خیلی عجیبه تو مدل های مختلف که میگیرن اندازه‌گیری هر مدلی این نسبت به هم نمیریسه یعنی این نقطه نقطه عجیبی یعنی برای ریاضیدان گفت اینجا مهم‌ترینه برای اون کسی که مطالعات زمین شناسی داره گفت اینجا مهم‌ترینه برای اون کسی که مطالعات دینی داره گفت اینجا توجهات توجهاتو داره سمت این خونه سرخ میده چرا چون تو اون خونه اتفاق بسیار بزرگترین و مهمترین اتفاق هستی قرار اونجا بیفته تمام توجهات بعد اونجا بشه قرآن و الارض بعد اگه دهل وقتی اینو داره اشاره میکنه میگه همون حیات از اینجا شروع شد از این خونه خب میخوام به شما بگم که حیات واقعی بشر هم از این خونه دوباره شروع میشه و از اینجا گسترش شروع میشه این بطنایی است چی شد؟ و حق گسترده خواهد شد از کنار خانه کعبه تمام زمین رو حیات گرفت تمام زمین رو حیات معنوی میگیره انسانیت به معنی واقعی کلمه از اونجا میزه اگه شما دنبال شاخص های انسان متعالی هستید باید اینجا بزنید در این شرایط که انسان آسمانی میشه و زمین تمام هستی رو به ساکنان شرزه میکنه حیات واقعی بر روی زمین ما دنبال دو تا بهشتیم جنتان یکی روز زمین که اونجا فکر نکنید ما مثل مسیح یا فکر میکنیم مثلا بگیم آقا همه چه حواله بهشت این مذهب ما نیست یا همه چیز یهودی ها فکر کنیم همه چه حواله زمین اصلا ول کن آخرت همه جا حکومت بکن نه رب بناتنا دنیا هستن و فل الاخرت هستن اگر من و شما این کار رو نمی کنیم این ربتی به اسلام نداره این در مسلمانی ماست این ایرادی که ما داریم باید خوب دقت بکنیم مگه می شدم دنیا نداره بخشایی رو من به یقین رسیدم که تحریفاتی در مذاهب اسلامی جعلیاتی صورت گرفت فقط برای اینکه مسلمانان دنیا رو دو دستی تقدیم کنن به یهودیان از جمله تصوف مثلا مناطقی که صوفی نشین بود عموما نگاه میکنی میبینی شهرهایی که قبلا در اونجا یهودی ساکن بودن تصوف آوردن در دنیای اسلام که تا آندلوس رو رفته بود گرفته بود تولید ثروت داشت میکرد بله کنارش باید اخلاق هم بود که تا حدودی بود مثلا زکات العلم نشره اسلام مسلمان اینجا دانشمنده مسلمان علم و عرضه میکنن به همه برید جنگای های سلیبی رو ببینید که خاطرات اینا نمیشه کتاب اینا اون قربی نوشتن پزشک مسلمانه داره به سپاه صلیبی سلیبی داره خدمت میکنه انسانه دیگه بعد گزارشات خودش رو نوشته میگه یه نفر برداشتن آوردن سرش درد میکرد من تا خواستم اقدام کنم بگم مثلا بعد این کار رو انجام بدیم میگه اون پزشکی اونا برگشت گفت تو کلش جنه گفت یارو نگه با شمشیر زدن تو کلش همونجا خون ریزی مرد میگه پای طرف زخم داشت چرک کرده من خواستم دمل چرکی رو تخلیه کنم برداشتن از رون پا پای رو قطع کردن خون نتونستن مرد پزشکی کف کرده داره اینا توضیح میده میگه وحشی بودن چیه این چه وضعشه جن چی چی اونجا تو کله یارو این بود اومدن چیکار کردن دقت بفهم. از عصر هارون به بعد یهویش قصه ها شروع میشه منارزره امام رضای ما اساجدا کردن نبوده رو ابرا رفتن هم نبوده مناظره علمی کرده باش تو همون عصره عصر بعد هارون عصر مهمونه چیکار کردن تصوف و گسترش داد. ول کنید دنیا رو همه چی اون طرف کی پی پیش به بدنت همه چی رو بل کن برای کی بعد نگاه کن آرام آرام در اوج قدرت دنیای اسلام ازش گرفته شد گرفته شد گرفته شد این بدبختی به داره بچه مسلمان بچه ما فهم کنه هرچی شی پیش شده باشه کل کسی شده باشه. باشه بهتره و ملت انتظار برم مسجد میری تو مسجد بو زیتون میده فرش او کته میده جراوایت روبر بالا جلویت بیهوشت میکنه تو سجده میری دیگه در نماز خم خمه ابروی تو در یاد آمد رفت دیگه بیهوش میشه دیگه کلر نمیتونی بری بالا با چه انتظاری داری 1400 سال پیش وسط بسطه... چی بگیم ریگ و بیابون و امیر یادتون رفته گذشتتون و چاله های آب میخوردی که شطوراتون توش ادرار کرده بود تو اونجا صحبت از مسواک بکنی شستشو و قسل و وضو و استهمام و ضرور شانک زدن مو کتیرا میزد به موش هیچ چون نمیخواد به علاوه یه جوانی به خدا لهم بود شبیه پیغمبر بودن شو هر اداره بخواد بر استخدام عمل عمل ردش میکنن میگن قرتیه بو یه عطرش قبل اینکه بریم پیچید سلام میکرد این این پیامبر الگو آقا خان لکم فی رسول الله صلی اما و آله پیغمبر میخوام بعد چرا مردم نمیدونم میل پیدا نکنه آقا برید چرا مردم شی پیش بعدشون میاد مردم نظافت دوست دارن دستشوی بین راه مملکت اسلامی باید این باشه ها؟ کی اون اونا مثلا خب ماهیم دیگه نه ما نیستیم اون بغل دستی هست همه صحبی بودن آره <applause> زشته دیگه فقر میاره خونه ای که کنجش تار انکبوت بندازه چون اثر فقر من کاره وضعیشو نمیدونم من سر دارم بیارم. ربط بین انکبوت و فقر چیه اما این که میدونی که اصلی ما نمیتونه آمانشنس شیشه شکسته یا چی بود توی امریکا متوجه شدن جامعه شناس بود بخش گفتم روانشناسی جامعه شناسی میگفتش که متوجه شد که اولین خونه که خالی هم از اون خیلی خونه های خالی است مثلا مینوزن میرن اولین شیشه که میشکست صاحبش هم که میواد سر می زد اون شیشه رو تعمیر نمی کرد چی میشد تبدیل می شد به محل معتادا و دزدا و فلان یعنی اولین خرابی رو اگه باش مواجه نکنی تا ته رفتی برای تو نیروهای نظامی تو ارتش اجازه نمیدن بابا میگفت می تازه رفته بودیم استخدام ارتش شده بودیم بعد انقلاب با ما رفته ارتش بعد می رفتم تو آشپزخانه گفت این تیم سار اومد زماشایی بود من دوستا گفت این تیر برق چیه اینجا جناب سروان دیوونه شده این تیر برق تو چیکار میکنه جرئت ندیم حرف بزنیم فقط از بگی بله قربان من گفتم کو تیر برق من کوری نمیبینی تیر برق خب، تیر برق نیست تو پس تیر برق کنم؟ میدم یه چوب کبریت افتاده بزن گفت این برای ما تیر برقه دیگه این وقت نبینم اینا چشم <laughs> <laughs> بعدش منم من, من داد سر من زده بودم من دومارو سربازی بودم که تیر برق قدم انداخته <laughs> نمیذارم ببین اونو بزرگ میکنه چون اگر اجازه بدی شما یه نظامی رو پروتکل دارن یه نظامی رو اسلحه خالی خشاب از کل خشابو در بیاره سمتش خالی بگی ببین چیکارت میکنه همچین سرزر میخوام زیر گوشت سه دور بچرخونی تو اصلا نباید اینو باب بکنی که اصلا سمت کسی رو بگیری چه خالی چه پر چه حالی. این یعنی شروع خطا چند درصد احتمال داره بگو یک هزارم و یک ده هزارم هر چقدر خطاست نمیگذارن میگه نه خونه تو تارنکه بود گرفت و فقیر شدی <applause> گرفتی شد تو <applause> اول در ذهن فقیر میشوی بعد در بیرون در فیزیک ماجرا اینجا باید اصلاح بشی شما اول ذهن برنده من شما داشته باشیم من چند برای پیش بچهای تیم ملی فوتبال دارن میرن رفتن جام جهانی داشتم صحبت می‌کردم گفتم او اول ذهن برنده شما تو ذهنت خودتو رو سکو ببینی تو ذهن اگه این اتفاق افتاد مسابقه دوی صد متر بود دیگه ده بود کی بود کلن انسان به این نتیجه رسیده بودن که یوز پلنگ که نیستیم دیگه رکورد همین که فلانی زد این سب شده یه بابای چی شد نمیدونست خبر نداشون رکوردش شکن آقا تا آخر همون سال میگه 230 بار دیگه رکورد شکسته شد تو دبیرستان رکورد رو میشکوندن تو دبیرستان رکورد رو میشکوندن ذهن اول بسته میشه این که میگن قرآن زیاد بخونید قرآن ذهن تو رو منور میکنه ذهن تو باز میکنه میگه اصلا بمبستی وجود نداره تو همیشه پیروزی تو کم هم باشی پیروزی بردی به حناجر برسه سختی به اینجا تون برسه بازم پیروزید نترسید بایستید یه قاسم سلیمانی میگه من رفتم پیش آقا بردیشتم گفتم آقا تمومه بشارت دارن تی... کلاش... اولای داره میخوره به دیوار ریاست جمهوری کاخ ریاست جمهوری اینو برش داریم ببرنش بذارمش توی منطقه علوی نشین بعد برگردیم حالا بینید خاکی تو سرم میکنیم میگه اونجا مثلا نخیر آه پیروز میشه چون درست میشه استقامت بیا با کل سوریه دستش اینجا اول پیروز بیان خیلی ها الان دیدیم این کلاس موفقیت میرن به خود الان بعد نفر یکی دو منتون ازتون پول میرفتم همین بیرون میدید به ما که میرسه پول نمیدون. اینجا اول پیروز شید ویژگی مؤمن میدونید چیه هیچ شکستی نداره ببین و ما تسخوتومن ورقتن الله یا علمان برک که بیزن خدا درخ نمیفته پر همه چیز زیر سر خداست دو به خدام سوء اح... زن داری حسن زن داری هر چه از دوست رسد نیکوس غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد ساقی یا باده بده شادی آن کین غم از اوست ما رایت الله جمیلا ببین <applause> به خدام حسن زن داری برگم از... خب هم الخیران فی ما بقید. خیرم تا هر چیزی که اتفاق افته چم چنگ... چیزی شکست داره نه این میشه مثلا روی جانبازای ما اسرای ما شهدای ما اون بود به خدا سختی کشیده شده برخی از اینا اگر میبینید منتقدن حق دارن من حق میدم برای چی؟ که من سختی دیدم کجا فرق بزرگ شدید هفت سال، هشت سال، ده سال، پنج سال هم چقدر از اسیر باشید دست به اسیر انبال به همونه بودن این بله سر پیر برخی از اینا دوستم برخی خاطر تعریف تعجب تحجب میکنم این فشار اینا میگه سختشه نازوکارای تن ساق گلی که به جانم کشتم و به جان دادم شاب ای دریغا برم میشه کنند سختش رو ببینم خون دادیم بعد این اتفاق گفت خب اینا بگم تا این ابتداش برسو ارزم تا در طول اسلام هم نشانه های عجیب غریبی داشت یعنی چی پیامبر وارد و خانه خدا شدن پیامبر که میدونیم مثلا توی شست سالگیش هم شست و سی سالگی هم یه سرحال بود جنگار رو میرفت خودش شرکت میکنه امیر فهمد از همه ما نزدیکتر بود شدن یعنی آدم تنومندی بود سالی که مکه فت میشه تازه بعدش کلی هستن دیگه ها چند سال بعدش هم پیامبر است. جنگ داشته انجام میدونیم سالمه میرسیم اونجا یه جوان سی ساله یه پیرمرد یه مثلا پنجا خورده این از یه سال کی باید پاشو بذاره رو دوش اون یکی بطاره بشکنه ها طبعا مسنه باید پاشو بذاره دیگه بیعدبی نیست تک تک اینها تک تک این اتفاقات خدا نفی هازال آیات الالباب نشانه میگذاشه گفت علی <الیم> این بوتا اینجا تهارت اینجا تو خدا وعده کرد با ابراهیم و اسمالی که تحر بیتی خونه من باید متحر باشه به دست تو باید این اتفاق بفتی یا رسول الله برو پا پاتو شونه من کف پاتو تو شونه من برو بالا این بوتا رو بکش پایین این جده اون ابراهیم تو تو همینجا به دنیا آمدی نسل تو مال همینجاست اصلا در حج در مدت امام صادق علیه السلام جلوتر بود براتون میگم از ائمه دیگه هم داریم میری اونجا قالا معصوم حالا یه وقتی میری اونجا اصلا آقا حج انجام آقا و این فلان انجام دادم میرم س... سعی صفا مروه کردم فلان امام چی و حج و حج میکنه وگرنه اگر ب... حج بدون امام که با گنبا با گنبا دوری چیز چرخوندنه که حالا <applause> چونه مثلا به چرخن شما ناس شیش داره نه تو تعداد دورشه نه یه فهمی باید اونجا حاصل بشه تو آشوره اتفاق افتاد اون امام که حقیقت و روح این کعبه است از کنار کعبه فاصله میگیره عرفه رو میخونه فاصله میگیره باید ببینیم مردم با سنگه میمونن یا با امامه آزمون جامعه بود مردم با سنگه موندن روح جدا شد آمد کربلا علم کرد زبیهشو داره حاجرشو داره اسمایل شیش ماهشو داره اسمایل نوجوانش هم داره از علی اصغر تا علی اکبر فدا میکنه سعی صفا و مرمه داره میاد این طرف نه که این یک دکان کنار خانه خدا باشد نه خیر که آقا روح همینه ظهور کی است وقتی این روح به جسم برگرده وقتی این امام حقیقت آشورا برگرد کنار کعبه بله آقا بد تکیه بده که به خونه کعبه بگه انا بقیت الله و همونجا فریاد میزنه ان جدی الحسین قتلوه اچان هی hey, کربلا سورس میده هی hey, ارجا به کربلا ترهوه ادوان و سحقو ترهو اوریان و سحقو و ادوان و همینجوری جدیلوسن 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 هینه بله بچه مشترک همه این کسایی که امروز جلو سعی نصاب ایستادن یه چیزه امام حسین چون از اون چهار امامی ها تا این 12 امامی ها تو امام حسین با هم مشترک حسین داشته باشی هیات من ذلت دی ان ایت شده من خیلی نقد نقدای جدی به برخ از کشور اسلامی دارم فعلا سکوت کردم نمیگم اما عجیبه که اینا با یک و نیم میلیارد جمعیت نشستن تا شیعه بره سنی رو نجات بده خب شما می تکونی بخورید بعد نیست یه تکون دید اسرائیل چی گفت رئیس جمهورش گفت حقشون این مردم کشته بشن چ... چرا خبرنگاره گفت به خاطر اینکه قبلش علی این حماس قیام نکردن با همین استدلال هم باید بگی چی آقا خب نه مردم خوبن حکام بدن بریز این رو بکشن پایین ما این کارو کردیم ما این کار کردیم ما ایرانی این کار کرد تو یه جا برای چی داری زندگی میکنی صد سال نه دیویس سال کلاقم بیشتر خوبه 150 و پنجا سال مثلا بلاک پشتی کلاق یه چیزی عمر کردی رفت سمه مازا بعدش چی هیچ چی یه متریم دومت بیشتر خاک میخوای بری زیر خاک چیکار میخوای بکنی سعدی آمردن کنام نمیرد هرگز مردانش آنش که نامش به نکویی نرود. زنده ترین فرد امروز در هستی پیان بره علیش کاری که کا میکشن آه. چرا؟ چون زنده است چون کنشگری داره چون اثر داره چرا در مورد کسای دیگه مردایی دیگه کار نمیشه این همه آدم این همه پیغمبر چرا هیچ پیغمبر دیگه رو کار کدور چون محمد ابن عبدالله زنده ترین است آه، آه محمد والا آل محمد نه که پیامبر دیگه نه زنده تر زنده ترین حقیقت اینه هنوز قطاری که حرکت میکنه بهش سنگ میزنه وایستی کسی کار نه آدمی که در حرکت بهش حسودی میکنه آدمی در حرکت رو بهش فوش میدن اسلام زنده است امروز میخوام ببینم ماویه و یزید رفتن جلو عبابدالان کار کرد باشه اون گور یزی اصلا کجا هست که حالا دو تا ظاهر داشته باشه <applause> وال ملت نمیدونم یه تو قبرستون دفن 20 میلیون 30 میلیون جمعیت رو وسط بر بیابون میگه باشید بیاید حی زنده است شهید حی شهید زنده است حاجی قاسم زنده است حاجی زمان زنده بودنش انقدر معروف بود که الان است انقدر عکسش رو در دیوار بود انقدر مکتب آج مکتب آج قاسم نمیدونم کتاب انقدر اصلا بود زنده است یه کاری کنید همیشه زنده بمونید اصلا از اول انسان دنبال حیات ابدی بود مون تو یه خطا شد فکر کرد حیات ابدی الزمن این جسمه اینو به ما یاد بده این دعا اومده همین اومده اللهم عجل ولی یک الفرج و العافیه تو بنصر و جعل من خیر اوانی و انصار و المستشهدین بین یدک صلوات